امروز میخوام بهت حرکت شراک زنبل رو یاد بدم که یکی از بهترین حرکات برای عضلات کول یا همون ترپسیوسه که هم با هالتر هم با دمبل هم با اسمیت قابل اجراه، اما روند اجرای همشون و اصولشون یکیه. این کلیپو از دست نده. سلام، من هومن رحمانی ام، فیزیولوژیست ورزش. اینجا چنل یوتیوب فیت مام است. حرکتی که میخوایم اجرا کنیم حرکت شراک با دمبل. چند تا نکته داره این حرکت بچه‌ها. نکته اولش اینه که زمانی که ما این حرکت رو میخوایم اجرا کنیم نباید بدنمون رو از حالت راستای طبیعی خودش خارج کنیم، یعنی که نه خیلی خم بشیم به سمت جلو نه اینکه خم بشیم به سمت عقب. باید ثبات پذیری تنه رو داشته باشیم، شکم داخل و سر در راستای ستون فقرات. نکته دومش اینه که دمبل رو باید یک مقدار از بدنمون فاصله بدیم، یعنی که نچسبه به بدنمون، نچسبه به پاهامون، یک مقدار به اندازه 5 سانت از بدن فاصله بدیم. و نکته سوم اینه که به آرومی با انقباض عضلات کول حرکت رو اجرا میکنیم. و نکته ای که اکثرا اشتباه میکنن اینه که بخش منفی این حرکت رو به شکل پرتابی انجام میدن. بچه‌ها، شراک جزء حرکاتی که دامنه حرکتی بسیار کوتاهی داره، پس مهمه که ما توی همین دامنه حرکتی بتونیم کارمون رو به بهترین شکل ممکن انجام بدیم، یعنی اینکه با تمرکز و انقباض و به آرومی و تسلط حرکت رو انجام بدیم و بخش منفی رو اجرا کنیم. یک مکث یک ثانیه‌ای در اوج تنش، در اوج کشش و سپس اجرای مجدد. یادتون باشه این حرکت رو هم میتونید دمبلا رو به سمت جلو نگه دارید، هم به سمت پهلو، که تقریبا یک مقدار زمانی که دمبل به سمت جلو باشه فشار به بخش بالایی کول بیشتر میشه، و زمانی که یک مقدار دمبل رو به سمت پهلو بچرخونیم بخش دوم ترپسیوس یک مقدار سهمش بیشتر میشه. پس با اجرای این نکات حرکت کول رو درست اجرا کن. و اگر نکات برای تو آموزشی بود ممنون میشم که چنل منو سابسکرایب کنی و لایک کنی که همه این کارو واسه من انرژی بگیرم و برات پستای آموزشی بذارم.